همه کربوهیدرات ها رو باید قطع کنیم، برای لاغری هیچی کربوهیدرات نخوریم؟ خیلیاتون فکر میکنین که جوابش آره است، ولی راستش خیلی پیچیده تر از این حرف است. اگه به گذشته نگاه کنید، مردمایی رو میبینین که برنج میخوردن، اونایی که سیب زمینی و نون میخوردن و تا 50-60 سال پیش هم انقدر چاق نبودن. چی شده؟ امروز میخوام با شواهد علمی از این راز بزرگ پرده بردارم و بدونیم که کربوهیدرات ها کلن چیا هستن و به چند دسته تقسیم میشن. کربوهیدرات ها دسته های مختلفی دارن. دسته اول کربوهیدرات های تصفیه شدن که دشمن اصلی ما. از نظر علمی وقتی ما غذای طبیعی رو میایم پروسس میکنیم یا فراوری میکنیم چی میشه؟ به طور مثال همین گندم رو تبدیل به آرد میکنیم. سه تا کار مهم توش اتفاق میفته. اول تمام پروتئین های طبیعیش رو حذف میکنیم. دوم فیبرش رو ازش میگیریم و کم میکنیم و سوم چربی های طبیعیش رو هم بیرون میکشیم و تبدیلش میکنیم به یه پودر بسیار ریز و آماده جذب. خب حالا تصور کنید دوتا نون دارید. یکیش نون سنتی که مامان بزرگتون با آرد کم فراوری شده درست کرده و یکی هم همین نون فانتزی های فروشگاهی. این نون های فروشگاهی چون از آرد خیلی ریز درست شدن، مثل این میمونه که شما مستقیماً شکر بخورید. بدنتون اونو خیلی سریع جذب میکنه. نتیجهش چی میشه؟ قند خونتون مثل موشک بالا میره. در جوابش بدنتون انسولین زیادی تولید میکنه تا این قند رو کنترل کنه و پایین بیاره. ولی چون این کار خیلی سریع اتفاق میفته، در این حال قندمون سریع به همون سرعت پایین میاد. و همینه که بعد از خوردن یک کیک یا شیرینی حدود یک یا یک ساعت و نیم بعدش احساس خستگی و گرسنگی دوباره میکنیم و این مسئله همچنان سیکل معیوبیه که ادامه داره. تحقیقات علمی هم نشون داده که این نوسانات مکرر قند خون و انسولین بدن ما رو مهیا میکنه که بره به سمت مقاومت به انسولین. یعنی چی؟ بارها خدمتتون عرض کردم، یعنی بدنتون دیگه به انسولین جواب نمیده و مجبور انسولین بیشتری تولید کنه. انسولین بیشترم یعنی ذخیره چربی بیشتر. از این دسته کربوهیدرات های مضرم میشه خیلی هاشو نام برد. یکی از مهمترینش دسته غذایی که از آرد درست میشن، مثل نون، پاستا، پیتزا، کیک، بیسکویت، شکر سفید، انواع و اقسام شربت های میوه‌ای، همه اینها، حتی غلات صبحونه‌ای هم که روی جعبه‌شون نوشته سالم و کامل، اینا همه باعث میشن بدنتون وارد یه چرخه‌ای بشه که خدمتتون عرض کردم. گرسنگی، پرخوری، اضافه وزن. گرسنگی، پرخوری، اضافه وزن. دسته دوم کربوهیدرات های طبیعی و نشاسته ای هم. اینا رو باید با احتیاط مصرف کنیم. اینا تو طبیعت به وفور پیدا میشن و معمولا توی ریشه های گیاهی هستن که زیر زمین رشد میکنن. تفاوتشون با دسته قبل چیه؟ اینا هنوز بافت طبیعیشون رو حفظ کردن. وقتی شما یه سیب زمینی پخته میخوریم، بدنتون باید اول اونو هضم و بعد جذب کنه. خب این کار قند خون رو به آهستگی بالا میبره، نه مثل موشک. تصور کنید دو نفر همزمان شروع کنن به خوردن، یکی نون سفید یکی سیب زمینی پخته. نون سفید مثل میمونه که بنزین رو بریزین رو آتیش، یه دفعه گور میگیره و میسوزه، ولی سیب زمینی مثل یک هیزمیه که آروم و پیوسته میسوزه. حالا چرا این اتفاق میفته؟ چون سیب زمینی هنوز فیبر داره، آب داره، ساختار طبیعیش رو حفظ کرده و اینا مثل یه سپر طبیعی کار میکنن که اجازه نمیدن فیبرها قند خیلی سریع جذب بشه. مثال های این دسته هم مثل سیب زمینی و سیب زمینی شیرین و برنج قهوه‌ای و جو و بلغور. ولی یادتون باشه اینی که چطور آماده میشن مهمه. سیب زمینی بخارپز با سیب زمینی سرخ کرده فرق زمین تا آسمون داره. سیب زمینی سرخ شده مثل کربوهیدرات های تصفیه شده کار میکنه، ولی سیب زمینی پخته خیر. یه نکته جالب، اگه سیب زمینی پخته رو بذارین سرد بشه و فرداش سردش رو نوش جان کنید، تبدیل شده 30% اون به نشاسته مقاوم که باعث چی میشه؟ کاهش بیشتر قند خون و غذای بهتری برای باکتریای خوب رودم. دسته سوم میوه ها هستن که بسیار بحث برانگیزن. خب حالا چرا باید اینجا مراقب باشیم؟ مسئله در میوه ها فروکتوزه. فروکتوز یه نوع قنده که تو میوه ها زیاده. از نظر شیمیایی فروکتوز موجود تو سیب با فروکتوز موجود تو نوشابه هیچ فرقی نمی کنه. پس تفاوت کجاست؟ تو بسته‌بندی طبیعیشه.
وقتی شما یه سیب کامل میخورین همراه فروکتوز، فیبر، آب، ویتامین و املاح دیگه هم میخورید که سرعت جذب فروکتوز رو هم کم میکنه. علاوه بر این حجم خود سیبی که نوش جان میکنید باعث میشه که نتونید زیاد سیب بخورید. ولی وقتی همون سیب رو آبگیری میکنین و یه لیوان آب سیب درست میکنین چی میشه؟ واسه یه لیوان آب سیب شما 4 یا 5 تا سیب رو استفاده میکنین. یعنی فروکتوز 4 تا 5 تا سیب رو بدون فیبر و بدون حجم طبیعیش مینوشید. درست مثل این که دارید شربت قند نوش جان میکنید. فروکتوز هم مسیر خاصی تو بدن داره، برخلاف قندهای دیگه و برخلاف گلوکوز که همه سلولای بدن میتونه ازش استفاده کنن، فروکتوز برای استفاده اول مستقیما باید بره به کبد، اونجا تبدیل بشه به گلوکوز و استفاده بشه و اگر این اتفاق نیفته در همونجا تبدیل میشه به چربی. خب حالا بهترین میوه ها کدومن؟ توت ها، انواع مختلفش، توت فرنگی، تمشک، زغالخته، اینا همه کم شکرترین میوه ها هستن و پر از آنتی اکسیدان. یه نکته مهم، میوه های امروزی با میوه های 30-40 سال پیش خیلی فرق کردن. امروزه میوه ها رو طوری پرورش میدن که خیلی شیرین تر باشن. این تغییر رو درشون ایجاد کردن. حتما شما هندونای قرمز و شیرین رو این روزه مصرف کردین. انگورای بی هسته، سیبای قرمز و شیرین، همه اینها نسبت به نسل های قبلیشون شکر بیشتر و شیرینی بیشتری دارن. و دسته چهارم، سبزیجات فیبری. اینا هم کربوهیدراتن ولی طلایی ترین دسته اونها. سبزیجات فیبری و غیر نشاسته ای، اینا باید تا جایی که میتونیم تو رژیم غذاییمون جا بدیم. این سبزیجات معمولا روی زمین رشد میکنن. خب حالا چه کار مفیدی انجام میدن؟ وقتی شما این سبزیجات رو میخورین، باکتری های مفید رودمون میان اونا رو میخورن و در عوض یه سری مواد مفیدی تولید میکنن که به سلامت ما کمک میکنه. علاوه بر این سبزیجات هورمون هایی تو بدن ما فعال میکنن که به مغز میگن دیگه سیر شدی، غذا نخور. این هورمون ها اسمای پیچیده ای دارن ولی کار ساده ای میکنن، سیرتون میکنن. عدس و حبوبات، اینا هم فوق العاده ان چون هم کربوهیدرات سالم دارن، هم پروتئین، هم فیبر زیاد. تقریبا یک کاسه عدس پلو میتونه گاهن شما رو تا 5 الی 6 ساعت سیر نگه داره. سبزیجات برگ تیره هم توی این دسته هستن، مثل اسفناج، جعفری، شاهی، کاهو، اینا پر از ویتامین و املاح و تقریبا کالری بالایی ندارن. سبزیجات خانواده کلم هم مثل کلم بروکلی، کلم قمری، کلم پیچ، کلم بروکسل، اینا هم موادی رو دارن که از سرطان‌های مختلف جلوگیری میکنن. و یه سری سبزیجات دیگه مثل نخود فرنگی، لوبیا سبز، بادمجون، فلفل دلمه‌ای، خیار و گوجه فرنگی، همه اینها کمک کننده هستن که ما سلامتمون رو حفظ کنیم. یه نکته مهم درباره پاسخ فردی هر کدوم از ماست. هر کسی میتونه پاسخ متفاوتی به انواع غذاها بده. به طور مثال شما به برنج قهوه‌ای جواب خوبی ممکنه بدین ولی دوستتون خیلی. ممکنه بدن شما سیب زمینی رو خوب تحمل کنه ولی یکی دیگه نه. این بستگی به ژنتیک ما، باکتری های رودمون، سطح فعالیت و عوامل بسیار زیادی داره. خب حالا چطور تشخیص بدیم که کدوم یک از این کربوهیدرات ها با بدن ما بیشتر سازگاره؟ حس ما بعد از خوردن اون غذاها، بعد از خوردن اونها احساس خستگی یا گرسنگی زیاد دارین یا حال نسبتاً خوبی دارین؟ این پاسخ بدن شما به انواع غذاهاست. خب به صورت خلاصه در انتها بیایید مثل چراغ راهنمایی دسته‌بندیشون کنیم. چراغ قرمز، کربوهیدرات‌های تصفیه شده رو حذف کنیم، بذاریمشون تو چراغ قرمز. آرد، شکر، برنج سفید، آب میوه‌های صنعتی و نوشابه‌های شیرین و حتی غلات صبحانه‌ای فراوری شده، اینا باعث نوسانات شدید قند خون میشن و بدن رو به سمت چاق شدن هدایت. چراغ زرد، مواد غذایی کربوهیدراتی که باید با احتیاط مصرف کنیم. اینا کربوهیدرات های نشاسته ای طبیعی هست، مثل سیب زمینی، برنج قهوه‌ای، میوه ها، همه اینها. و چراغ سبز، بدون محدودیت میتونین مصرف کنین. سبزیجات مختلف، سبزیجات برگ سبز، حاوی فیبر، حبوبات، عدس، سبزیجات غیر نشاسته ای، اینها نه تنها باعث چاقی نمیشن بلکه به روند کاهش وزن
کمک می‌کنه. و پیغام نهایی در انتهای این ویدیو، کربوهیدرات‌ها یه دسته نیستن. با انتخاب درست میتونین هم کاهش وزن داشته باشین و هم سلامتتون رو حفظ کنین. یادمون باشه طبیعت بهترین راهنمای شماست. هرچی غذا به شکل طبیعی ترش نزدیک باشه برای ما بهتره. اگه مامان بزرگ شما این غذایی رو که الان داریم میخورین نمیشناخت، احتمالاً پروسس شده و فراوری شده است، مناسب نیست.